حسین عمومی نینواز برجسته یکی از معدود استادان ایرانی هست که سالها در معتبرترین دانشگاه ایالتی آمریکا از جمله دانشگاه ایروان کالیفرنیا به تدریس ردیف‌های موسیقی ایرانی و ترویج فرهنگ ایران زمین مشغول است. مستند از اصفهان تا ایروان ساخته حسام آبدینی روایتگر بخشی از تلاش‌های حسین عمومی برای آشنایی نسل جوان آمریکایی با میراث غنی موسیقی و فرهنگ ایرانی است. گزارشی از بهمن سقایی. موسیقی ایرانی و ردیف‌هایش به دلیل ناشناخته ماندن هنوز نتوانسته جایگاهی در خور در موسیقی جهانی بیابد. آشنا کردن و آموزش مخاطبان با موسیقی ایرانی نخستین گام ها و پیش‌زمینه های جهانی شدن است. حسین عمومی با آگاهی به این واقعیت سال هاست که به کار تدریس ردیف های موسیقی ایرانی به نسل جوان آمریکایی مشغول است تا میراث موسیقیایی ایران زمین را به جهانیان بشناساند. او نخست در ساختار سنتی نی و سپس تنبک تغییراتی داد که مورد پذیرش کسانی همچون محمد رضا شجریان قرار گرفت. این نی وقتی میخواست از اکتاو عوض بکنه یه پرده نداشت، به مشکل برمیخورد. این کاری ایشون کردن که یه پرده اونجا گذاشتن که با انگشت این میذارن اینجا، میذارن اون پایین که میذارن، این یک سوراخ اون پایین تر داره، اون به صدا در میاد و این کاملا اکتاو پیگیر همه، یعنی اکتاوا همه به هم وصل شدن. آموزش ردیف‌های موسیقی ایرانی به دانشجویان آمریکایی که زمینه ساز آشنایی آنان با نغمه‌های ایرانی و فراهم آورنده بستری برای جهانی شدن آن است، یکی از برجسته‌ترین تلاش‌های حسین عمومی است. هدف من بیشتر این بوده که در دنیای امروز که دنیای اطلاعات هست، ما چه جایی میتونیم برای ردیف در ذهن اینا پیدا بکنیم؟ یه جوانی که علاقه داره به آشنایی با ردیف موسیقی ایرانی، این با چه دیسیپلین تازه‌ای میتونه مواجه بشه با ردیف؟ حسین علیزاده، آهنگساز و تارنواز برجسته ایران، شیوه آموزش حسین عمومی در حوزه ردیف‌های موسیقی ایرانی را ستوده می‌افزاید. من دریافتی که از پیش ردیف ایشون دارم، همینجور که صحبتم با ایشون کردم، یک جذابیت خاصی درش می‌بینم و یک سهولت خاص. من فکر کنم که حتی در سال‌های آینده پیش ردیف از تو ذهنیت خود ایشون خیلی گسترش پیدا خواهد کرد. حسام آبدینی یکی از دانشجویان ایرانی کلاس‌های حسین عمومی و کارگردان مستند از اصفهان تا ایروان است. و آشنایی با پیش‌ردیف به من این کمک رو کرد که من بتونم در عین حال که از موسیقی ایرانی در کارهام استفاده می‌کنم، این موسیقی رو درک کنم و بتونم یک درک کاملی و عمیق‌تری از این موسیقی داشته باشم. وقتی بهمن سقایی، صدای آمریکا.